سلام علیکم بیننده های گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان پیشکش شما می‌گردانیم. در جمهوری تاجیکستان که 93% قلمرو آن از کوه‌ها عبارت است، ساحه‌های نقلیات و کمیونیکاسیا برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی اهمیت بزرگ دارند. در سال‌های صاحب استقلالی در مملکت از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری بیش از 2100 کیلومتر راه‌های ماشینگردی دارای اهمیت بین‌المللی و جمهوری‌وی و زیاده از 1000 کیلومتر راه‌های ماشینگردی داخلی از حساب دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد و تجدید کرده شدند. تعمیر و تجدید راه ماشینگرد دوشنبه چنوق در منطقه ورز از جانب فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز التد در جمهوری تاجیکستان با سرعت ادامه دارد. در این منطقه 11 کیلومتر راه پورا نوسازی کرده می شود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارانمون. تعمیر و تجدید راهی ماشینگرد دوشنبه چناق در منطقه های ورزاب، زرافشان و سوخت ادامه دارد. طبق نقشه در یک مدت کوتاه تنها در منطقه ورزاب 11 کیلومتر راه باید تعمیر کلی و قسمتی باقی مانده آن تعمیر جاری شود که با این مقصد زیاده از 16000 تن اسفالت خرج می‌گردد. تا به چند روز آخر برای وسعت کارها در منطقه ورزاب زیاده از 40 تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز التد در جمهوری تاجیکستان مشغول کار می‌باشند. طبق طلبات بخش راهسازی در نوبت اول اسفالت آسیب دیده راه برطرف، منطقه‌های فرو رفته برقرار و سپس راه یک لخت اسفالت پوش کرده می شود. با شرافت مسئولیت شناسی و مهنت پرمحصول کارمندان فیلیال شرکت ذکر شده، در مدت کوتاه اسفالت راه در قطعه‌های ویران شده راه برطرف کرده، منفرش کنی یک لخت راه آغاز گردید. طور مسئولین فیلیال شرکت گفتند در مراسم امسال دایره فعالیت خیلی وسیع گردیده، تصمیم گرفته شده است که زیاده از 50 کیلومتر راه تعمیر کلی و زیاده از 100 کیلومتر تعمیر جاری شود. علاوه بر این در آینده نزدیک پورا نمودن اسفالت راه از اولویت‌های رهبریت فیلیال شرکت محسوب می‌شود. اشخاص آگاه خوب می‌دانند که تعمیر کلی از لحاظ ماهیت و خراجات از بنیاد راه کم نیست. در تابعیت فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز التد در جمهوری تاجیکستان 30 عدد کارخانه اسفالت برآوری فعالیت دارد. موجودیت این کارخانه‌ها امکان فراهم آورده است که تعمیر اساسی و جاری راه در سطح خوب و صفتی بلند عملی شود. با کسی پوشیده نیست که قسمت زیادی راه دوشنبه چناق از منطقه‌ای می‌گذرد که از آفت‌های طبیعی زیادتر آسیب‌پذیر است. کارمندان فیلیال شرکت این عامل را مد نظر دارند و در این جهت فعالیتشان را توسعه می‌بخشند. با خلاصه برداری از کارهای انجام یافته می‌توان گفت که موجودیت و فعالیت فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز التد در جمهوری تاجیکستان منفعت آور، تقاضای زمان بوده. محض با شرافت فعالیت پرمسئول کارمندان آن، راه دوشنبه چناق در حالت خوب قرار داشته، رفت و آمد منتظم و بی‌مانع و بی خطر شهروندان طریق آن در تمام فصل‌های سال تامین است. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه‌های وادی رشت میدانچه‌های ورزشی بنیاد کرده می‌شوند. عین زمان کارهای ساختمانی در چنین یک انشاءات ورزشی در ناحیه رشت از روی نقشه ادامه داشته، در عرفه جشن روزی وحدت ملی به استفاده داده می‌شود. گزارش ایدگل محمود از ناحیه رشت. سال روان با دستگیری رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی در ناحیه رشت ساختمان میدانچه ورزشی آغاز گردید. این اقدام سازندگی و آبادانی بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با مقصد جلب بیشتر جوانان به ورزش، ترغیب طرز حیاتی سالم و دستگیری جوانان دوردست دهات راه اندازی می‌گردد. من از نام خود و از نام تمام جوانان ناحیه رشت مینداری خدا برای شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌رسونم، چون که برای جوانان شرایط‌های فراهم می‌آورند و جوانان از بهوده‌گردی و ورزش مشغول می‌شوند. از روی نقشه میدانچه‌های ورزشی برای بازی والیبال، فوتبال، اینچنین مشق‌های ورزشی پیش بینی شده. با انجام کارهای ساختمانی، انشاءات با تمام تجهیزات‌های ضروری تامین کرده می‌شوند تا شماره زیادی جوانان دهات به مشق و تمرین جلب کرده شوند. از اقدام رئیس شهر دوشنبه شماره زیاد صاحبکاران ناحیه رشت روح الهام گرفته، در روند کارهای آبادانی به بنیاد میدانچه و تالارهای ورزشی شروع کردند. زیرا در ناحیه رشت شماره جوانان 42000 نفر را تشکیل نموده. تا این دوره آنها به چنین انشاءات ورزشی و دیگر شرایطهای زمانوی نیاز داشتند. استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت زیاده از 20 انشاءات ورزشی، اینچنین از 7 تالار ورزشی کارهای ساختمانی ادامه دارند که مرحله به مرحله بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می‌شوند. با استفاده دادن 20 انشاءات ورزشی در قلمرو جماعت‌های شهرک و دهاتی ناحیه رشت می‌تواند در ترغیب حیاتی سالم و تربیت جوانان به ورزش نقش ارزنده گزارد. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. جمع‌آوری و صادرات میوه از ولایت سوخت به خارج مملکت هم‌روزه به راه مانده می‌شود و تا امروز بیش از 2000 تن میوه تر و تازه از جمله زردالو، گیلاس و آلو به فدراسیون روسیه و قزاقستان فرستاده شده است. حجم صادرات امسال میوه‌های تر و تازه از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نسبت به سال پیش نزدیک 600 تن زیاد می‌باشد. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین و بهرالدین زایر. طلبات به میوه‌های شهدبار و تر و تازه تاجیکستان در خارج کشور همه‌ساله افزایش می‌یابد. تا به امروز از ولایت سوخت به مقدار 2200 تن از جمله زردالو 2114، گیلاس 6 و باقی مانده آلو صادرات شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 600 تن زیاد می‌باشد. امروز جمع‌آوری بند و بست و صادرات میوه در شهرهای اسفره، کانیبادام، ناحیه باباجان غفورو و اصلا در ناحیه اشت با اوج ادامه دارد. در ناحیه اشت که ساکنانش به پرورش زردالو ذوقی بیشتر دارند، زیاده از 17000 گکتار زردالوزار موجود است که از آن 9000 گکتارش حاصل دهنده میباشد. تا حال زردالو پرورانی ما 1470 تن زردالو به خارج کشور صادرات کردند. عین زمان ما صادرات زردالوهای پیشپزه که ارزانگ را به انجام رسانده و صادراتی نوهای شلخ و روخ جوانان آغاز کردیم. میوه تر و تازه از حدود ولایت اساساً به فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان صادرات می شود و برای افزایش بخشیدن حجم آن در گذرگاه‌های سرحدی به صاحبکاران امکانات و امتیازهای ضروری فراهم می باشد. در دیدبانگاه‌های گمرکی نزد سرحدی که گذرگاه‌های اتومبیل را در بر می‌گیرند، دالان سوداگردانی شده به رسمیت در گمرکی معین کرده شده است. در برابر صادرات میوه همچنین به کارکرد آن از جمله تیار نمودن افشوره با تمغه‌های گوناگون نیز اهمیت مخصوص ظاهر می‌گردد و امروز کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات ولایت در سطح ضروری فعالیت دارند. ما نقشه داریم که زیاده از 1000 تن باز با زوادهای کارکرد کنسروبروری شهر نوهای ولایت میوه‌های تازه تازه پیشنهاد نماییم. جهتی زیاد نمودن زردالو باغ باشد، همساله نقشه ها طراحی می شوند و در این سمت نیز باغداران ناحیه اشت به موفقیت های نظررس نائل گردیدند. سال جاری از حساب زمین های تل و تپه، چراگاه و زمین های گردشی کشاورزی مانده در میدان 250 گکتار باغ تاکزار نو بنیاد کرده شد. حاضر اساساً نوهای برای خارجه صادرات می شده و یا اونکه در بازار داخله نقض و سودا می رفته بنیاد کرده شدند. در موسم جمع‌آوری حاصل از باغات به خصوص از زردالوزار در ناحیه اشت بیش از 2000 ساکن محلی خصوصا زنان و دختران با جای کار و معاش خوب تامین می شوند. در همین باغ زردالی جمع‌آوری کرده شدیم و 25 شق تا 30 شق میچینیم و معاشمون را سری وقت میگیریم، کار میکنیم، زندگیمون رو همین کارکردی پیش میبریم. میوه با نقطه‌های مخصوص که دارای یخدان میباشند صادرات کرده شده، صفتناکی آن در مهلت معین تامین میباشد. امروزها در مؤسسه باغ ملی وحدت گیلاس زردالو آغاز یافته است. جمع‌آوری است 5 تن گیلاس جمع‌آوری کرده شده است. در روزهای نزدیک زردالوها را هم جمع‌آوری کردن و آغاز می‌نماییم. در مجموع باغداران شهر ناحیه‌های ولایت با استفاده ثمرناک از امکانات مساعد و از روی طلبات ساحه کوشش دارند هرچی بیشتر حاصل به دست آورده در برابر صادرات همچنین بازار داخلی را با میوه‌های خوش‌طعم وطنی تامین نمایند و در همین زمینه به زندگی شایسته شرفیاب گردند. تامین خوجاگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی با تکنیک‌های کشاورزی بر رشد ساحه مساعدت نموده، کار کشاورزان را آسان می‌کنند و به زیاد گردیدن حاصلناکی و وسعت کشت و جمع‌آوری سری‌وقتی حاصل نیز زمینه می‌گذارد. حکمت‌الله حسین‌زاده از ولایت خاتون گزارش می‌دهد. وارد کردن تکنیک‌های معاصر کشاورزی و برخوردار شدن دهقانان از شرایط معاصر فعالیت برای رشد ساحه کشاورزی زمینه فراهم آورد. فعالیت کارخانه‌های واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ با مقصد تامین نمودن کشاورزان با تکنیک و مکانیزم‌های معاصر روانه کرده شده است که دوامی سال‌های اخیر در این سمت نتیجه‌های بلند موفقیت به میان آمد. دسترسی پیدا نمودن اهل زحمت با تکنیک‌های مکانیزم‌های کشاورزی در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. امروز هدف برای رشد دادن این ساحه و قانع نمودن طلبات استعماری مملکت با محصولات کشاورزی روانه کرده شده است که دستگیری و موفقیت پیوسته دهقانان را برای پیشبرد این ساحه افضلیت‌ناک هوسمند نموده است. کارخانه با 138 خانه‌گوی دهقانی تشکیل مؤسسه‌ها شهرنامه لیزینگی داشته، 138 تکنیکا و 137 ماشین آلات‌های کشاورزی که در ساحه کشاورزی استفاده برده می‌شود با طریق لیزینگ تامین نموده است. امروز مرکز خدمت رسانی ناحیه وسه در همه خواجه‌های دهقانی شدگاری زمین، کشت پخته، کشت غله، دروی غله که 15 تا کمبای در ناحیه امروز کمبای نو و دروی غله سفربر کرده شده است. تامین نمودن کشاورزان با تکنیک‌های مکانیزم‌های زمانوی چون هدف اصلی باقی می‌ماند، زیرا موفقیت اصلی کشاورزان محض با استفاده از تکنیک‌های زمانوی صورت گرفته رشد ساحه کشاورزی به پیشرفت تمام بخش‌ها زمینه می‌گذارد. حکمت الله حسین زاده، سنگین مراد ابراهیم از ولایت ختلان برای برنامه اخبار. در ناحیه دیوشتی ولایتی سوخت کشت کارتوشکا ادامه دارد. امسال کشاورزان همه شکل‌های خودجگیداری ناحیه نقشه دارند که کشت کارتوشکا را به 4500 گکتار رسانیده از هر گکتار به حساب میانه تا 300 سنتنری حاصل به دست آورند. گزارش مضبوطی بابازاده. بنابر سیرباریش و مساعد آمدن آب و هوای امساله استفاده از راه و واسطه‌های پیشرفته اگروتکنیکی و استحصال تخمه‌های الیتی نوهای آبچی، قمچی، نورنیسا، دوپوسته‌ای سرخ، علاوه کاردینال، دیاماند و پیکاسو، کارتوشکا پروران سربلند ناحیه عزم دارند که میدان کشت کارتوشکا را تا به 4500 گکتار رسانیده زیاد از 135000 تن کارتوشکا گونیچین سازند که این نشان دهنده به هر گکتار میدان به حساب میانه 300 سنتنری راست می‌آید. این عمل در هدف تامین ساکنان کشور همزمان صادرات کارتوشکا را بیرون از مرز تاجیکستان تامین خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف‌های تقدیرساز امروز کارتوشکا شناسی بیشتر در قسم بالایی ناحیه، خواجگی‌های دهقانی اویلوی و انفرادی، کوپراتیوهای استحصالی تجارتی، جماعت‌های دهاتی به نام اسماعیل سامونی، وحدت و راست‌روبود اوج تازه گرفته است. در جماعت دهاتی مذکور برای زیاد از 15000 نفر ساکنان 3800 گکتار زمین کشاورزی جدا گردیده است. از این مقدار 1600 گکتار آبی و 138 گکتار دیگر را باغ درختان میوه صادراتی تشکیل می‌دهد. سهامداران از فایده صافی از حساب کارتوشکا به دست آورده تراکتور و ماشین آلات کشاورزی خریداری کرده مهنت دسته سهامداران را آسان می‌گرداند. جماعت دهات اسماعیل سامونی در دامرکوی قطارکوی ترکستان در قسمت بالای ناحیه دیوشتی جایگیر شده است. در حدود جماعت زیاد از 8 دهه که در آن 15000 اهالی زندگی می‌کنند وجود دارد. در حدود این دهه‌ها 257 خواجگی دهقانی انفرادی و خواجگی جماعی عمل می‌کنند. زیاد از 3600 نفر سهامداران در این خواجگی دهقانی امروزها کار کردند. مورد ذکر است که مزرعه‌های کشت کارتوشکا در جماعت دهات به نام اسماعیل سامونی توسط 91 عدد چاه عمودی آبیاری و نوریه‌های ارگانیکی و مینرالی کارکرد گذرانده کارتوشکای از جهت اکولوژی خوش صفت استحصال کرده می‌شود. مضبوطی بابازاده از ناحیه دیوشتی برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. برای تقویت بخشیدن صنعت فعالیت اینواسیونی نقش مهم دارد. از این رو در تاجیکستان در برابر تشکیل کارخانه‌های صنعتی همچنین با تشکل اقتصادیات اینواسیونی نیز دقت مخصوص ظاهر کرده می شود. شرح بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه کنفرانسیای علمی عملی جمهوریوی تحت عنوان اساسهای اینستیتوسیونالی تشکلیابی اقتصادیات اینواسیونی تشکیل و گذرانده شد که هدف از آن در عمل تطبیق نمودن هدف چهارم ملی صنعت‌کنونی اقتصادیات ملی ارزیابی گردید. قطار موضوع‌های خیلی مهم در سمت صنعت‌کنونی جمهوری تاجیکستان دیده برآمده شد و از معروضه برآمد کنندگان معلوم بود که در این سم در جمهوری تاجیکستان یک قدر اساسهای اینستیتوسیونالی قبول کرده شده است، از جمله برای گذشتن به اقتصادیات اینواسیونی قانونها قبول کرده شده است و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز یک قطر برنامه‌ها و استراتژی‌ها را قبول در این سم قبول کردن، از جمله برنامه رشد اینواسیونی سال‌های 2011-2020 که عمل شریان توز دوام دارد و در این سطح از جانب مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها عملی شدند و غیر از این با استراتژی رشد اینواسیونی تا دوره سال 2020 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد که این هم یکی از سمت‌های اساسی در تامینی بازی اساسی انسانی اقتصادیاتی اینواسیونی به حساب می رود. اقتصادیات اینواسیونی مرحله نوی رشد اقتصاد به حساب می رود. از جانب حکومت مملکت برنامه رشد اینواسیونی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2020 قبول گردیده است. ذکر شد که اساسهای صنعت کنونی جمهوری تاجیکستان را رشد و نموی فعالیت اینواسیونی تشکیل می کند و این برای از خود نمودن دیگر روندهای صنعت کنونی ضرور است. از جانب ماگستران در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه یک قطار برنامه‌ها برای فعال کردن اقتصادیات رقمی که در رشد حکومت الکترونی زمینه می‌گذارد پیشنهاد گردید. بیننده‌های گرامی این بود نشر نوبتی برنامه طلوع اخبار. خیر سلامت باشید.